درود ایرانیان، وقتتون بخیر. اومدم یه سلامی بکنم و گاهی مطلبی به ذهنم میرسه میام میگم، شاید مفید باشه شاید نباشه. این پژوهشی رو امروز میدیدم یا میخوندم که درباره 175 سال گذشته قیمت دلار بود. یه 120 سال از این مدت در دوره قاجار و پهلوی بود، 45 سالش هم در جمهوری اسلامی. از 1227 تا 1357 اگر اشتباه نکنم حدود 130 سال قیمت دلار 10 برابر شد، یعنی از 7 ریال رسید به 70 ریال که به قول آقای شمس اردکانی شد 69 ریال. یعنی روزی که انقلاب پیروز شد دلار 69 ریال بود، یعنی 7 تومن هم نشده بود، که همین 69 ریال یا همون 7 تومن تقریبا در 15 سال همین عدد موند و ثابت موند، کما اینکه مثل دینار کویت که هر دلار آمریکا 3 دینار، هر دینار کویت 3.5 دلار است، یعنی هر دینار بیش از دلار سالهای سالی که ثابت مونده، ارزش پول واحد کویت سه برابر نیم ارزش دلار بوده و همین مونده. این 7 ریال ایران هم خیلی، فکر کنم در 20 سال همون 6 یا 7 ریال 6 یا 7 تومان موند، 70 ریال. عرض می‌کردم از 1227 تا 1157 دلار از 7 ریال شد 70 ریال، 10 برابر شد تقریبا، از یعنی 120 سال 10 برابر. طبق همین پژوهش از 1357 تا به امروز دلار 70 ریالی یا 7 تومانی شده 65 تومن کمتر یا 61 تومن، امروز من دقیقا نمیدونم، یادم روز دوشنبه که من در یک جلسه بازپرسی بودم اونجا آقای بازپرس میگفت که امروز دلار 61 تومنه، حالا من امروز واقعا نمیدونم چنده. امروز که چهارشنبه 19 اردیبهشت، خیلی جای تحمل داره، خیلی عدد بزرگیه. من واقعا حساب کنم الان بکنم عدد خیلی بزرگ، 70 ریال یا 7 تومن شده، حالا بگیم 60,000 تومن، 60,000 تومن، یعنی 60,000 اگه یه تومنش حساب کنیم 60,000 برابر یه تومن تقسیم بر 7 بکنیم تقریبا میشه 9,000 برابر شده، 9,000 برابر، 9,000 برابر. 120 سال 10 برابر بود شد دلار، در 45 سال 9,000 برابر شده. وقت جناب آقای رئیسی میاد و میگه که ما تورم رو کنترل کردیم، همین یک ماه پیش من پنیر خریدم، یک قالب مشخص، یه برند مشخص، یه قالب های اینقدی مشخص خریدم یک ماه پیش، یادمه، برای تحریریه صبحانه بچه ها خریدم 48,000 تومن. همون رو من دیروز، یعنی دیروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت خریدم 70,000 تومن. خب این چه معنی داره؟ آقای رئیسی میاد و در آخرین گفتگوی خود در تلویزیون میگه که تورم 48% بود، ما رسوندیم به 30%، یعنی پنیری که من خریدم تقریبا 15% باید ارزان‌تر میشد، یعنی من 48 تومن خریدم باید میشد 5,500 تومن، کم میشد تقریبا 5 تقریبا 10 تومن باید ارزون میشد،
یعنی پنیری که من یک ماه پیش خریدم 48 تومن، باید من 38 تومن می خریدم، نه 70,000 تومن. آقای رئیسی، پنیری که من یک ماه پیش خریدم 48,000 تومن، باید با توجه به اینکه فرمودید تورم شده 30% شده، یعنی 18% کاهش داشته، باید این پنیر میشد 38,000 تومان نه 70,000 تومان. همین یک عدد قلم مهم خانوار، قلم مهم سبد محاسبه تورم یا سبد معیشت یا سبد خانوار، همین یک قلم کفایت میکنه. بقیه اقلام هم به همین صورت، گوشت، مرغ، کرایه ماشین، ارزم به حضورتون، نون، حالا نون که داره یارانه دولت میگیره کاری ندارم، همون نون رو هم باید یارانش حساب کنید دیگه، وقتی میگه تورم اونم باید حساب کنید، نباید بگید نون 500 تومن یا 1000 تومنه، نون رو هم باید بگید مثلا با توجه به آردی که میدین و اینا هم باید حساب کنید، تورمش حساب کنید. من که به نظرم نه، اون عدد 48% درسته که خیلی بالاتره، همون حدود 60 احتمالاً. البته اقتصاددانان باید نظر قطعی خودشون رو بدن، چون باز همیشه آمار بانک مرکزی ما با آمار مرکز آمار متفاوته، انتخاب اقلام هم متاسفانه به نظر من دقیق نیست. لذا آنچه که ما مشاهده میکنیم و شاهد هستیم خلاف آن چیزی که آقای رئیس جمهور یا آقای رئیس دولت، بگیم بهتره، آقای رئیس دولت انقلابی گفته است. عرض دیگه ای ندارم. ظاهرن دوستانی که ما رو میبینن و ما رو گزارش میکنن، چون چند روز گذشته متوجه شدم که دوستانی ما رو رصد میکنن و گزارش میکنن به مقام قضایی یا مقام امنیتی، اشتباه میکنن، چون که ما که حرف بدی نمیزنیم، داریم نصیحت میکنیم و داریم میگیم که مشاهدات اینه، کف بازار اینه، واقعیت جامعه اینه، سرمایه اجتماعی اینه، ارزش دلار اینه، طی 170 سال 175 سال گذشته، نمیدونم 120 سال قاجار و پهلوی اینجوری بود. این عدده، عدد و رقمه، نمیتونیم این عدد رقم رو به قول معروف نادیده بگیریم و این رو نگیم. اگه این را نگی ما خیانت کردیم. اگر این جرم گفتن و بیان حقایق جرمه، من این جرم رو گردن می نهم و به استقبالش می رم. آقای برادری که کارشناس عزیزی که داری می شنوی، داری رصد می کنی، داری سیو می کنی، می فرستی برای مقام بالادستی، از طرفی هم ظاهرن ما فعالان رسانه و فعالان سیاسی حضورمون بد هم نیست برای شما. میگن هر نفری مثل من، مثل من ناچیز، 3-4 نفر، 5 نفر درگیرشن و دارن حقوق میگیرن. چند نفری درگیر مثل من، چند نفر درگیر آقای مثلا عباس عبدی، چند نفر درگیر چه میدونم حسین دیباشی، 2 نفر درگیر یاشار سلطانی، 4 نفر درگیر محمد پارسیه. اینا دارن حقوق میگیرن، مگه ما که اشتغال زایی داریم میکنیم و دوستان سرکارن و دارن حقوق میگیرن، مشغول شدن، به نفع شماست دیگه حضور ما، که اگه ما نباشیم شما بابت چی میخواین حقوق بگیرید و گزارش کنید؟ بذار ما باشیم، پس ما حرفمون بزنیم، شما هم گزارش کنید. خدایش من اینجا باید تاکید کنم و واقعا لازمه بگم که چقدر ما باز پرسان دادستان ها در حوزه‌های مختلف، دادستان های حوزه‌ای، شعبه‌ای، چی میدونم، ساختمانی، چقدر ما بازپرس‌های خوبی داریم، چقدر ما قضات خوبی داریم، غیر از اون چند تا قاضی که شعب خاصی هستن و احکام مشخصی رو صادر می‌کنن و گاهی این احکام مورد انتقاد کارشناسان هست، ولی انصافا قضات خوبی داریم. حتی بچه‌هایی که در اطلاعات هستند، بچه‌هایی که در اطلاعات وزارت و اطلاعات سپاه هستند،
اونا هم واقعا بچه های بسیار خوبی هستن و قابل احترامن. حالا تجربیات ما میگه که حرف میشنون، همونجوری که میگن و انذار و هشدار میدن سخن منطقی رو هم میشنوند، دلسوزی ها رو میفهمند. مشکل ما اینه که گروهی هستن و افراد هستن که تفاوت بین دلسوزی و تخاصم رو نمیفهمند، تفاوت بین آدم دلسوز و آدم مشکلدار و آدم مرض و قرضدار رو نمیفهمند. ولی من هرچی برخورد داشتم تو این مدت، هم با برادران و خواهران قضایی و هم با برادران و خواهران ضابط، انصافا آدمایی بودن که سخن حق رو شنیدن و تا جایی که هم لازم بوده و اختیار داشتن کنار اومدن. امیدوارم که از این دست آدم ها در نظام قضایی و انتظامی ما و ضابطین ما بیشتر بشه و هم گونه که در کلیپ قبلی هم گفتم، ما رسانه ها، ما رسانه ای ها، فعالان سیاسی که معتقد به انقلاب نیستیم، معتقد به براندازی نیستیم، ما این دست آدم ها با تیپ های قضایی و انتظامی و ضابطین باید در یک جبهه باشیم علیه فساد، در یک جبهه باشیم برای انذار و هشدار دادن این موضوع که اگر زودتر اقدام نکنیم منجر به نتایج بدی خواهد شد، آینده این کشور، آینده این نظام. لذا باز تأکید میکنم که ای کاش در یک جبهه می بودیم، ذاتن در یک جبهه ایم، ذاتن یک پلیس مثلا اقتصادی، پلیس امنیت، قاضی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منصف ذاتن در یک جبهه است، اصالتن در یک جبهه است، اساساً در یک جبهه هن اینا. اما خب متاسفانه در تمام این نهادها و سطوح، حتی چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، امنیتی، انتصابی، انتخابی، افرادی هستن که کمتر زبان مشترک با واقعیات دارند، کمتر زبان مشترک با دلسوزان دارند، کمتر اصولا اهل شنیدن هستند و خری و نمیدونم یا اسبی رو که سوارند رو بدون اینکه مقصد و موانع رو بفهمند و متوجه بشن دارن میرونند، چه در بخش تقنین، چه در بخش نظارت، چه انتصابی، چه انتخابی. یه سری افراد هستن که دارن به ما آسیب میزنن. امیدوارم که ابتدا این آسیب شناسی رو انجام بدیم و مانع از زیاد شدن افرادی بشیم که موجبات شکاف‌های اجتماعی و ریزش‌های اجتماعی رو فراهم کردن، ناامیدی و اعتراض خفته در جامعه رو، آتش‌های زیر خاکستر رو تقویت می‌کنن، مانع از این افراد بشیم و بشن. و هرچه آدم‌هایی که گفتگو رو محور و اساس زیست سیاسی اجتماعی همه چیز خود قرار دادن، هرچی این افراد بیشتر باشه به نفع کشور. ما هدفی جز توسعه، آبادی و آزادی این کشور نداریم. قطعا و یقینا منتقدیم، گاهی معترضیم، دارای نظریات و مکتب‌های سیاسی خاصی هستیم، سخن ما آشکاره، اما آدم های بدی نیستیم برای این کشور. تفاوتی هم نمی کنه هر نظامی که برای این مقولات و این مفاهیم، یعنی توسعه، آزادی و آبادی ایران و تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی در جهان تلاش کنه و این مهم رو به دست بیاره و این مطلوب رو به دست بیاره، ما طرفدار اون نظامی. حالا این نظام هر کی میخواد باشه، هر شکلی که میخواد باشه، وقتی این محتوا رو پوشش بده و معتقده و
مکلف به اجرای این محتوا باشه، یعنی آزادی، آبادی، توسعه و عادی شدن ایران در جهان، ما هم طرف دارشیم. حالا این نظام هر شکلی میخواد داشته باشه. قربان شما. اسفندیار عبداللهی، چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403. خدا نگهدارتون.